سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی تلویزیون اینترنتی مردم خبر. خبر اولمون مربوط میشه به صحبت های آقای عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که گفته که آماده مبادله زندانیان با آمریکا هستیم. آقای موسوی گفته که همونطور که دکتر ظریف وزیر خارجه گفتن، در توییتشون نوشتن، در همه گروگان‌هایی که از ایران در آمریکا هستند رو حاضریم در یک بسته مبادله بکنیم با هم دیگه. آقای موسوی درباره اینکه آمریکایی‌ها اعتراف کردند وزارت خزانه‌داری اونها که حتی کالاهای بشردوستانه و دارو و غذا و اینا هم وارداتش به ایران تحریم هست، گفته که بله، آمریکایی‌ها این ادعا رو دارند اما کاملا جلوگیری میکنند از واردات دارو و غذا به ایران. خبر بعدیمون هم تقریبا همین ارتباط داره به این قضیه، که سئول اعلام کرده که ما حتی در صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران مشکل داریم، که ایران در واقع واردات داشته باشه اینها رو. خبرگزاری یونهاپ گفته از قول مقامات رسمی کره جنوبی اشاره کرده به این موضوع، که واقعا وقتی که آمریکا تحریم های شدیدتری رو علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته، حتی با ارز محلی، با ارز کره هم ما نمیتونیم کالاهامون رو، کالاهای بشردوستانه و به خصوص دارو و غذا به ایران بفرستیم و ایران در محاصره کامل دارویی و غذایی قرار گرفته. البته فرزند شاه مخلوع رضا روبه پهلوی هم دیشب از تحریم های آمریکا علیه ملت ایران حمایت کرده، که واقعا اوج وطن فروشی یک فرد رو میرسونه که از تحریم ها علیه ملت خودش، ببخشید ملت ایران، که اگر ادعای ایرانی بودن دارند، که البته اون هم تو شک و تردیدی که واقعا کسی که علیه ملت از تحریم های آمریکا علیه ملت ایران حمایت میکنه واقعا ایرانی باشه. بگذاریم بریم سراغ خبر بعدی. گمان زنی ها درباره کنار رفتن مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا زیاد شده. با این تصویری که میبینید، یک صفحه شخصی جدید در توییتر ایجاد کرده برای خودش، یک پایگاه خبری در ایالت کانزاس، اشاره کرده که پومپئو میخواد که وارد انتخابات مجلس سنا بشه. به خاطر همین صفحه جدید برای خودش توی توییتر ساخته و میخواد که از وزارت خارجه کنار بره. چند وقت پیش هم مجله تایم اشاره کرده بود که پومپئو میخواد که استعفا بده از وزارت امور خارجه، اما همه اینها از سوی خود پومپئو و وزارت امور خارجه آمریکا تکذیب شده. حالا باید ببینیم که در آینده به کجا خواهد کشید این داستان. بریم سراغ خبر بعدی. پاک جونگ چون، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری خلق کمونیستی کره شمالی، اعلام کرده که اگر آمریکا سال نوی آرامی میخواد، ما رو تحریک نکنه. این مقام ارشد نظامی کره شمالی گفته که اقتدار و قدرت نظامی کره شمالی فقط و فقط به خاطر بازدارندگی و به خاطر جلوگیری از تهدیدات اتمی ایالات متحده آمریکا، ولی اگر آمریکا قصد داشته باشه که کره شمالی رو تحریک بکنه، کریسمس برای آمریکا جهنم خواهد شد و تمام شهرهای آمریکا مورد هدف کره شمالی، این کشور قدرتمند نظامی و اتمی، قرار خواهد گرفت. بریم سراغ خبر بعدی. بله، گمان زنی ها درباره بیماری آقای مقتدی صدر تکذیب شده. شبکه المیادین لبنان و خبرگزاری رسمی عراق تکذیب کردند که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، رئیس اون جریانی که متاسفانه اون همه اختشاشات رو در عراق به راه انداخته، یکی از اون گروه ها، گفته که سلامته و تکذیب کرده که او بیماری داره. البته گفتن که ایشون برای درس‌های حوزوی خودشون به
قم تشریف آوردن دوباره، البته قدمشون روی چشمشون میان، هر از جنگایی به قم میرن و بعدم این آشوب ها رو در عراق به راه میندازن، ولی خیلی خب تکذیب شده. بعضی از خبرگزاری های عربی خواستند که یک سری خبرهای ضد ایرانی بدن و همچنین خبرسازی هایی بکنن، ولی خب تکذیب شده. البته امیدواریم که آقای مقتدی صدر سالم باشه و یه مقدارم به فکر آرامش در عراق باشه و فقط به فکر قدرت نباشه. بریم سراغ خبر آخرمون که شمار کشته شده های فوران آتش فشان در نیوزلند به 16 تن رسیده. همونطور که در تصاویر هم ملاحظه می‌فرمایید، آتش فشانی که دو روز پیش آغاز شده، اگر ویدیو نشون داده بشه من عرض میکنم خدمتون، بله این آتش فشان دو روز پیش در نیوزلند آغاز شده، همچنان ادامه داره. تلفات ناشی از فوران آتش فشان در اونجا هستش، زیاد هست. روز اول 8 تن و حالا دیشب به 16 تن رسیده، همچنان این وضعیت ادامه داره. در کشور نیوزلند، یکی از کشورهای قاره اقیانوسیه، گروه‌های گردشگری در این جزیره بودند، بعد از کشور استرالیا دومین کشور مهم در قاره اقیانوسیه هست در وجود دارد. کره گرد پنج قاره‌ای. خیلی خوب، روز روزگارتون خوش، با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.